تجمع بزرگ ایرانیان بار دیگه خیابون‌های تورنتو رو تسخیر کرده با شعار زن زندگی آزادی و همینطور نام مهسا امینی تنین انداز شده بر خیابون‌های شهر تورنتو. این تجمع عظیم، هزاران نفر شرکت کردند در این تجمع و به دعوت خب انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بوده و همینطور گروه عاشقان ایران، گروهی که در یک سال گذشته تجمعات پرشوری رو برگزار کردند. همونطور که در کنار من می‌بینید، حامد اسماعیلیون به همراه تعداد دیگری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در صف اول این راهپیمایی حضور دارن. آقای اسماعیلیون، ممنون که وقت خودتون رو به ما دادین. یک مقدار برای ما بگین، دوباره تورنتو با شعار زن زندگی آزادی داره صدای خودش رو بلند میکنه. چه پیامی رو میخواید منتقل بکنید به سیاستمداران کانادایی و همینطور به ایرانیانی که شاید از صدای شما رو این روزها بشنوند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگانتون. خب میدونید که این تظاهرات یکی از ده ها تظاهراتی که در سراسر دنیا برگزار میشه و بار دیگه برای همبستگی با مردم ایرانه در این روزی که سال مرگ، در واقع سال روز قتل مهسا امینی است. به نظر من ما بر خواسته های گذشتمون تکرار در واقع اصرار خواهیم ورزید. گذاشتن سپاه در لیست گروه های تروریستی، اخراج در واقع وابستگان جمهوری اسلامی و کمک به پناهندگان از خواسته های ماست. آقای اسماعیلیون، شما در روزهای گذشته بارها در انتقاد داشتید به مواضع کشورهای غربی، به نوعی انتقاد کردید از مماشاتی که اونچه شما خوندید مماشات با جمهوری اسلامی. چقدر فکر میکنید این تظاهرات ها میتونه پیام واضحی به سیاستمداران کشورهای دیگه برسونه؟ به نظر من خیلی موثره و به هر حال هر وقت که مردم حضور خودشون رو نشون میدن، سیاستمداران مجبور به واکنش هستند. در غرب امروز، در غرب به هر حال سیستم اینطور کار میکنه و الان هم امروز وزیر دادگستری اینجا خواهد بود، وزیر خارجه در مونترال خواهد بود و نشون دادن همبستگی و تکرار خواسته ها که برای ایران بسیار مهمه اینجا خیلی اهمیت داره.